مثل تمام شنبه های دیگه، شنبه 26 نوامبر، مثل تمام شنبه های دیگه در دهمین ماه گذشته، شنبه 26 نوامبر، یکی از شلوغ‌ترین خیابان های نیویورک، خیابون پنجم، شاهد برگزاری تجمع اعتراضی ایرانیان بود. مقابل کتابخانه نیویورک، جایی که تعداد زیادی از مردم اینجا به دیدن این کتابخانه میان، معترضین اینجا یک زنجیره انسانی تشکیل دادن تا حمایت خودشون رو از خیزش انقلابی اعلام بکنن و همچنین آگاه بکنن کنشگران و فعالین مدنی و سیاسی در آمریکا رو در مورد کشته شدن کودکان توسط جمهوری اسلامی و همچنین اعتراض بکنن به کلن طرز عمل کرده دفتر یونیسف سازمان ملل. شعار مهمی که اینجا سر داده میشه این هستش که یونیسف بیدار شو و کودکان ایران رو نجات بده. ایرانیان و غیر ایرانیانی که اینجا جمع شدن، مثل ایرانیان داخل ایران برای آزادی دارن شعار میدن. اینجا همچنین کسانی که جمع شدن دارن شعار مهسا امینی و همچنین قسم به خون کیان ادامه داره آبان رو سر میدن. این زنجیره انسانی و تجمع توسط انجمن فریاد و همچنین انجمن حمایت از کودکان کارون برگزار شده و در چند شهر دیگر جهان هم ادامه داشته. یک موضوع دیگه ای هم که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که معترضین اینجا همچنین حمایت میکنن از دانشجویان در داخل ایران که دارن به هر نحوی حمایت میکنن و اعتراض میکنن و سهم میگیرن در این خیزش انقلابی. معترضین اینجا با این که آخر هفته شون هست و تعطیلات روز شکرگزاری هست، باز هم ترجیح دادن تا اینجا جمع بشن، به خیابون بیان و صدایی باشن برای مردم داخل ایران که دارن توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته یا زخمی یا دستگیر میشن. ولی معترضین همچنین میگن که ما به این حمایت ادامه خواهیم داد تا زمانی که ایران و مردم ایران به آزادی برسن. مریم رحمتی، نیویورک.